مدیریت روابط با مشتریان یکی از بزرگترین مشکلات همه سازمان هاست. در واقع سازمان ها مشکلی که دارن از ساده ترین اطلاعات مشتریان مثل تلفن ها و در واقع آدرس های مشتریان تا اطلاعات پیچیده مثل تمام فاکتورها و پیش فاکتورها و تمام ارتباطات مشتریان رو اکثرا مشکل دارن، نمیدونن و در واقع ابزار مناسبی رو براش در اختیار ندارن تا این اطلاعات رو به صورت متمرکز ارائه بدن. مایکروسافت داینامیکس CRM نرم افزاری هست به همین منظور طراحی شده و اکثر نیازمندی های شرکت ها رو در این زمینه میپوشونه. این نرم افزار با توجه به امکاناتی که داره خیلی مفید میتونه باشه در سازمان ها. مایکروسافت داینامیکس CRM امکانات جالبی که داره ساده ترین اونها این که در محیط اینترنت اکسپلورر قابل استفاده هست. احتیاج به یک سرور داره، شما در این سرور اطلاعاتتون متمرکز قرار میگیره و تمام کسانی که حقوق دسترسی دارن میتونن به اون سطح از اطلاعاتی که مورد نیازشون هست دسترسی پیدا بکنن. مایکروسافت داینامیکس CRM 4 حوزه اصلی رو در بر میگیره: حوزه فروش، خدمات و بازاریابی رو میپوشونه. در هر کدوم از اینها حرفی برای گفتن داره. به علاوه اون فضای کاری یا اتوماسیون اداری رو تا حد زیادی، تا حد قابل قبولی میپوشونه و همه کاربرانی که در CRM کار میکنن دارای کارتاب خواهند شد. پس به این ترتیب با یک تیر ما دو نشون رو میزنیم، یعنی که ما نه تنها اتوماسیون اداری رو خواهیم داشت بلکه اطلاعات مشتریان رو هم در CRM به صورت متمرکز نگهداری خواهیم کرد. نکته‌ای که وجود داره، ما در CRM اطلاعات مشتریان رو به صورت پرونده‌های شرکت و شخص نگهداری می‌کنیم. این پرونده‌ها قابل جستجو کردن هستن، به راحتی شما با داشتن شماره اشتراک یا بخشی از اسم اون خیلی راحت می‌تونید اون شرکت رو جستجو بکنید و پیدا بکنید. به این ترتیب ما می‌تونیم اطلاعات رو به راحتی بهش دسترسی پیدا بکنیم. نکته‌ای که وجود داره، پرونده هر شرکت یا هر شخص بسیار کامل و جامع هست و تمام اطلاعات مرتبط با اون شرکت رو میپوشونه. ما در بخش فروش و خدمات و بازاریابی کلیه کارهایی که در ارتباط با یک مشتری خاص رو داریم، این رو ما میتونیم در یک نگاه مشاهده بکنیم. کلیه کارهایی که برای مشتری انجام شده یا در حال انجام هست در پرونده اون شرکت قابل مشاهده هست. ما ارتباطات این شرکت رو با شرکت‌های دیگر و اشخاص در یک نگاه خواهیم دید و میتونیم بفهمیم که این شرکت چه ارتباطی با چه اشخاص و چه شرکت‌های دیگه‌ای داره. ما هر کدوم از این اشخاص و شرکت‌ها رو اگر پرونده‌اش رو باز بکنیم، باز وارد پرونده کامل دیگه‌ای میشیم که اون شخص میتونه در واقع اطلاعات خاص خودش رو داشته باشه. پس در بخش فروش، خدمات و بازاریابی هم این اطلاعات وجود داره. پس یکی از نکات بسیار جالب CRM بخش دفترچه تلفن و اطلاعات متمرکز مشتریان هست که هر کسی با توجه به حقوق دسترسی به اطلاعاتی که لازم داره میتونه دسترسی پیدا بکنه. هر شخص دارای کارتاب شخصی هست و کارهای روزمره خودش رو میتونه ببینه. این کارهای روزمره میتونه توسط خود شخص ایجاد بشه به عنوان یادآوری و یا میتونه توسط مدیر یا کسانی برای این شخص تعریف بشه و ایجاد بشه. پس ما یه مجموعه از اطلاعات رو در زمینه فعالیت‌ها خواهیم داشت و این اطلاعات و این فعالیت‌ها رو میتونیم با انواع و اقسام فیلترها خلاصه بکنیم تا به اطلاعات مورد نظر خودمون در اسرع وقت دسترسی پیدا بکنیم. به این ترتیب یک کاربر میتونه فعالیت‌های خودش رو منظم بکنه، عوض اینکه از سررسید استفاده بکنه، از کارتاب شخصی خودش در CRM استفاده بکنه. به این ترتیب در هر جای دنیا که باشه، در دفتر، خونه یا حتی خارج از کشور باشه، به راحتی میتونه به کارتابل خودش دسترسی پیدا کنه و آخرین وضعیت کارهای خودش رو مشاهده بکنه. با انجام هر کار ما فعالیت رو به صورت فعالیت بسته شده اعلام میکنیم. به این ترتیب فعالیت ها میرن در تاریخچه‌ای تحت عنوان فعالیت های بسته شده من. به این ترتیب من میتونم مطمئن بشم کارهایی که انجام دادم به نفع مناسبی انجام شده و یا از کارهای انجام شده در انتهای ماه یا هر سال گزارش لازم رو تهیه بکنم و گزارش رو ببینم. نکته مهم این هست که مدیران میتونن کلی فعالیت ها رو ببینن، پس دیگه لازم نیست توسط افراد گزارش خاصی تهیه بشه و مدیران خودشون به صورت مستقیم میتونن گزارشات لازم رو تهیه بکنن.
ما در CRM در بخش فروش هم امکانات جالبی داریم، کلیه مشتریان جدید که هنوز شناخته نشدن به عنوان مشتری کاندید وارد سیستم میشن، فرصت ها رو داریم، فرصت ها به ما کمک میکنن که فروش هایی رو که در ابعاد بزرگ هستن و نیازمند زمان هستن رو مدیریت بکنیم و در واقع ما بتونیم یک فروش بزرگی رو در ابعاد خارج از توان یک نفر رو در یک پرونده ثابت بتونیم پیگیری بکنیم. هر فرصت در واقع میتونه مدیریت بکنه کلیه کارهایی رو که در ارتباط با یک فرصت انجام میشه، تاریخچه کارهایی که انجام شده و نهایتاً اگر فاکتوری یا پیش فاکتوری صادر شده باشه. پیش فاکتورها در CRM از یک روال خاص استفاده میکنن که با در واقع روال معمول پیش فاکتورها خیلی متفاوته. شما هر پیش فاکتورتون محصولاتی داره که این محصولات در قسمت کالاها وارد میشه و تعداد اونها مشخص میشه با توجه به لیست قیمتها، قیمت کل فاکتور محاسبه میشه و شما در قسمت اصلی میتونید قیمت فاکتورها رو مشاهده بکنید و نهایتاً با استفاده از گزارش هایی که ما داریم میتونیم اینها رو پرینت بگیریم در اختیار مشتریان قرار بدیم. پیش فاکتورها بعد از اینکه به نتیجه رسید و کارفرما تایید کرد، این تبدیل به سفارش یا قرارداد میشه و ما این قراردادها رو به انجام میرسونیم و بعد از اینکه این سفارش ها به نتیجه رسید، این سفارش ها تبدیل به فاکتور خواهند شد. ما در هر فرصت امکان ثبت رقبا و مدیریت فعالیت های اونها رو هم داریم. با این حال شما میتونید در بخش فروش کلیه اطلاعات مرتبط با فروش رو داشته باشید. فرصت ها، شرکت ها، اشخاص، همینطور لیست های بازاری و رقبا نکات مهمی هستن که در ابتدای کار احتیاج داریم. ما همینطور کالاها و بروشور و فروش رو احتیاج داریم. بر اساس کلی این اطلاعاتی که در قسمت بالا هست ما پیش فاکتورها رو صادر میکنیم و پیش فاکتورها نهایتاً تبدیل به سفارش ها خواهند شد. سفارش ها هم ازشون فاکتورها به دست خواهد آمد. ما در بخش خدمات در CRM با دید دیگه ای به مسئله نگاه میکنیم، چنانچه در واقع محصول ما به نوع این خدمات باشه، ما اینها رو میتونیم در قالب درخواست مشتری ثبت کنیم و پیگیری کارها رو به نحوی انجام بدیم تا این کارها به نتیجه برسه. نکته‌ای که وجود داره، ما در هر کدوم از این درخواست‌ها میتونیم نوع درخواست رو مشخص بکنیم و باز ما اینجا فعالیت‌ها و تاریخچه رو داریم. میتونیم در ارتباط با یک درخواست مشتری میتونیم مشخص بکنیم که این درخواست چه مراحل رو طی کرده تا به نتیجه برسه. بعد از اینکه یک درخواست کارهای مربوطش انجام شد، ما این درخواست رو به عنوان یک درخواست انجام شده میبندیم و در تاریخچه اون شرکت مربوطه ثبت خواهد شد. در قسمت CRM، در قسمت خدمات، ما میتونیم پایگاه دانشی داشته باشیم با توجه به دانشی که بر اساس خدمات ارائه شده در سیستم به دست میاد. ما میتونیم اطلاعات رو در قالب مقالات در CRM ثبت بکنیم، به نحوی که اگر یکی از کارمندان ما از شرکت خارج شد، با توجه به اینکه اطلاعات رو در سیستم ثبت میکنه، این اطلاعات برای نفرهای بعدی ثبت خواهد شد و اونها با دانشی که در سیستم ثبت شده میتونن اطلاعات خودشون رو به روز بکنن. به این ترتیب ما هم بخش آموزشون بسیار بالایی خواهد شد و همین که با رفتن آدم‌ها دانش از سازمان خارج نخواهد شد. در سیاره مبحث قراردادها هم دیده شده، این قراردادها از بین قراردادهای خدماتی هستن، دارای زمانبندی هستن. هر قرارداد میتونه تعداد خاصی از درخواست‌ها رو بپوشونه یا تعداد زمان مشخصی رو در بر بگیره. ما باز اینجا کالاها و خدمات رو داریم. خدمات CRM امکانه این رو دارن که زمانبندی بشن و با توجه به زمانبندی منابع، ما در تقویم خدمات خواهیم دید که چطوری از منابع سازمان استفاده خواهد شد. نکته مهم این هست که در CRM ما امکان این رو داریم بعضی فرم‌های جدید رو ایجاد بکنیم که CRM نداره. به عنوان مثال فرم تعیین قیمت یا فرم دستگاه‌ها فرم‌های جدیدی هستن که به صورت پیش‌فرض در CRM وجود نداشتن، ولی برای سازمان خاص اینها نیاز احساس شد و اینها ایجاد شد. در قسمت بازاریابی ما از لیست‌های بازاریابی استفاده خواهیم کرد، همچنین از کمپین‌ها یا تلاش‌ها. کمپین ها
در پروژه های کوچکی هستن برای پیاده سازی و مدیریت کلی کارهایی که ما انجام میدیم تا مشتریان رو به سیستم جذب کنیم. کمپین ها دارای ارز در واقع قیمت هستن، دارای هزینه هستن، ما اینها رو هزینه هاشون رو ثبت میکنیم و نتایج حاصل از کمپین ها نیز در اونها ثبت خواهد شد. به این ترتیب ما کمپین ها رو ابزار استفاده می به عنوان ابزار استفاده میکنیم که مشتریان جذب شده رو در سیستم ثبت میکنیم. اما میتونیم در آینده بفهمیم که هر کدوم از تلاش های تبلیغاتی ما به چه نحوی پاسخ داده شده. به عنوان مثال اگر ما نمایشگاه شرکت کرده باشیم، افرادی رو که در نمایشگاه تونستیم جذب بکنیم، به این ترتیب ما میتونیم سوابق اونها رو داشته باشیم و متوجه بشیم که کدوم یکی از نمایشگاه های ما نمایشگاه های موفقی بوده. در بخش تنظیمات درسیاره کاری بسیار جالب میشه که ما کاربرانمون رو میتونیم تعریف کنیم، کسانی که حقوق دسترسی دارن ما حقوق دسترسی یا نقش امنیتی رو تعریف کنیم و به هر کاربر نقش امنیتی خاصی میدیم. در نقش امنیتی به دقت مشخص میشه که هر کدوم از شخصیت ها به عنوان مثال مدیر عامل به کجاها چه نوع دسترسی هایی خواهد داشت. دسترسی ها با توجه به کلیدی که ما اینجا داریم مشخص میشه، به صورت سطحی باشه دسترسی به صورت کامل هست، ولی در صورت قرمز باشه دسترسی به صورت مینیمم هست. اینجا چون مدیر عامل این شخصیت در واقع دسترسی کامل به سیستم داره، ولی ما شخصیت هایی داریم که دسترسی آنها بسیار محدودتر خواهد بود. به عنوان مثال شخصیتی مثل شخصیت مشی بسیاری از اطلاعات رو حق دسترسی نخواهد داشت. نکته دیگه که در قسمت مدیریت وجود داره، ما میتونیم واحد های کاری رو مشخص بکنیم و در واحد های کاری میتونیم مدیریت بکنیم که هر کدوم از نیروهای ما در کدوم یکی از واحد های کاری و در کجای چارت سازمانی قرار داره. در قسمت مدیریت کسب و کار ما اطلاعاتی در مورد خود تعریف کارمون داریم، ما اینکه چه ابزار چه منابعی رو در سیستم داریم، کارتاب های ما به چه ترتیب هست، روزهای تعطیل سازمانی به چه ترتیبی هست، خدماتمون کجا تعریف میشه، سایت هایی که خدمات ارائه میشه و کلی تعریفات از این قبیل رو ما در این قسمت خواهیم داشت. در بخش سفارش سازی سیارم که در شاهکار سیارم هست، این امکان رو داریم که ما فرم های جدید ایجاد بکنیم، روابط جدید بین فرم های ایجاد بکنیم و در واقع میتونیم بر اساس این ابزار ما امکانات فوق العاده جالبی رو در سیارم پیاده سازی بکنیم. به عنوان مثال در سیارم موقعی که بحث از انبار یا حسابداری میاد، سیارم خیلی در این زمینه حرفی برای گفتن نداره، ولی با توجه به سفارش سازی هایی که وجود داره ما میتونیم این امکانات رو برای سیارم تعریف و اضافه بکنیم. در بخش قالب ها ما قالب های لازم رو مثل قالب های ایمیل یا قالب های مقاله رو تعریف میکنیم. در بخش کاتالوگ محصولات خود محصولاتمون رو تعریف میکنیم، لیست قیمت ها و واحد ها رو تعریف میکنیم. گردش کاری یکی از نکات بسیار جالب سیارم هست که بسیار از کارهای ساده سیستم رو که قرار توسط کاربران انجام بشه ولی تکراری هست و خسته کننده هست، سیستم به صورت اتوماتیک انجام میده. امکان ورود اطلاعات به صورت اتوماتیک در سیارم وجود داره. اگر اطلاعات هجیم باشه سیارم خیلی راحت اینها رو وارد دیتابیس خودش میکنه و دیگه لازم نیست اینها به تنهایی و تک تک در سیارم وارد بشه. به این ترتیب شما میبینید که سیارم یک ابزار بسیار مناسب، بسیار منعطف برای سازمان ها هست. از سازمان های خیلی کوچک تا سازمان های خیلی بزرگ که قابلیت رو دارن از این سیستم استفاده بکنن. این سیستم امکان اتصال به سیستم های تلفنی رو داره، امکان اتصال به سیستم های ایمیل و اس ام اس رو داره. شما میتونید از داخل CRM اس ام اس و فکس ارسال بکنید به شرطی که امکانات جنبیش هم فراهم بشه. در CRMی که الان شما مشاهده میکنید امکانات فارسی اضافه شده و شما میتونید در محیط فارسی و با تخریم شمسی کارهای خودتون رو تعریف و پیگیری بکنید. متشکرم.